پسر عزیزم یوسف، وقتی تو به دنیا اومدی من منتظر بودم بزرگ شی و تکیه‌گاه من باشی، ولی وقتی بزرگ شدی ازم دور شدی و رفتی. من منتظرت موندم. خیلی کارا بود که آرزو داشتم با هم انجامش بدیم، ولی همیشه سرنوشت جلوی منو گرفته بود و منو عذاب میداد، یا شاید داشت مجازاتم میکرد. و الان تو فهمیدی این مجازات برای چی بود. مصیبت شده میرنا، باید برگردی. دنیا رو سرمون خراب شده، داییت از من کمک میخواد. داییم چیزی شده؟ داییت خوبه، نگرانش نباش. منیر به یک خودکشی کرد. نه بابا، نه. متاسفانه دانتیل 4 سال مشکلات مالی داره. ما بیشتر از یه بار سعی کردیم که بدهی‌ها رو تسویه کنیم، اما متاسفانه نتونستیم. تا حالا به من نگفته بود. نمیخواست بهتون بگه تا شما رو به خاطر مشکلات مالی ناراحت نکنه. مگه از این بدترم داری؟ یارا چیه؟ 3 روزه داری میپرسی چطوری؟ که یا چی شده؟ بذار بفهمیم. شرایط بدتر و بدتر شد. منیر بیک مجبور شد تا با سند خونه و دانتیل وام بگیره، ولی مشکل اینجاست که این واما سود تراکمی خیلی بالایی دارن و نمیتونستیم پرداختشون کنیم. ولی منیر بیک امید داشت. آخرین امیدش مجموعه جدید بود. قرار بود راه حل ما باشه. ولی از تصمیم بانک شوکه شدیم. بانک میخواد تا هفته دیگه دانتیل رو تصرف کنه. سعی کردیم تصمیمو عقب بندازه، ولی متاسفانه بابا چطوری میخواسته خیالش بابت خانوادش راحت بشه؟ یارا ببخشید آقا، ادامه بدین. منیر بیک دستور داد ارث طبق قانون و شرع تقسیم بشه، ولی در این حال به آقا یوسف حق تصرف همه املاک رو دادن.